بازی ریتمان به نقش شرلوک هولمز، نایجل بروس به نقش دکتر واتسون. رو در روی مرگ. فقط 5 دقیقه بعد تفیل میکنیم. سلام آقا کلاقه، بذار یه آهنگی گوش کنی ببینیم چطور. تو بدشانسی میدی، تفسیر تو. چجوری زخمی شدی؟ بذار ببینم چیکار کردی؟ داره خور میاد. یه نوشابه. منم همینطور. آیا 2 شیلینگ بابت اون شیشه شکسته بدی؟ برای چی اون حیوانو که این مکانه عمومی راه کردین که عبد دلش میخواد؟ نباید زیاد سر به سرش میذاشتی. حیوان از خون خوشش. چارلیز. کومز بای از تیست نچرال اف یو آسک می. نوبدیز آسکینگ یو میس. از کجا اومده؟ امارات ماسکری. این امارت ماسکریوم اگه چیه؟ زندان چیزیه؟ بدتر از اینا هم اسم روش گذاشتم. البته من دوست ندارم شایعه پراکنی کنم، ولی خب ما یه چیزایی میدونیم. مگه نه چارلی؟ چارلی باور نکردنی؟ این امارت ماسکریو کجا هستن؟ تو همین جده است. وقتی از دروازه های آهنی عبور کنین میبینیش. فقط زیاد اونجا پرس نزده. خانواده یه ماسکری رو ازتون استقبال نمی کنن. صاحبان منزل از زمانهای بسیار قدیم در این امارت سکونت دارن. اگه دیوارای اون منزل می تونستن حرف بزنن، چیزایی بهتون می گفتن که نمی تونستید باور کنید. عده‌ای ادعا می کنن که جسدایی رو در اطراف گلخانه داخل باغ دیدن و صدای ناله هاشون رو شنیدن که مثل اشباح سرگشته فریاد می کشن. بهتر اونجا نریم. با ماسکری ها هم کاری نمیشته بشه. اونا انسان های خشک و بیرویی هستند، مثل اجدادشون بیرحمن. البته روزی از راه میرسه که به کمک دیگران نیاز پیدا کنه. به نظر من رفتارت عادلانه نیست جفری. من اصلا نمیخوام عادل باشم. یک نمونه بی‌نظیر از کاپریس کارولینا. تو یه مرد مهربون و دلرحمی مگه نه؟ اصلا دوست ندارم مهربون و دلرحم باشم. نمیخوام به جز شخصیت خودم جور دیگه‌ای باشم. یه آدم بد اخلاق که نمیخواد اجازه بده خواهرش با اولین آمریکایی که بهش پیشنهاد ازدواج داده عروسی کنه. پس یعنی نظر فیلیپ هم همینه؟ خب فیلیپ چاره ای نداره. فیلیپ برادر کوچکتر منه و دقیقا هر کاری که من بگم انجام میده. بازم گوش وایسادی برانتون؟ نه آقای فیلیپ، مطمئن باشید. فقط نمیخواستم مزاحمشون بشم. چی شنیدی برانتون؟ برادرتون و خانم سالی دوباره با هم مشاجره میکردن، یعنی دوباره سر کاپتن ویکری. واقعا؟
آقای جفری و کاپتان بیکری امروز بعد از ظهر مشاجره سخت سر خانم سالی داشتن. فکر کردم ممکنه با هم درگیر بشن. راست میگه. ساکت. کافیه برانتون. اگه باز ببینم فضولی میکنی به برادرم میگم تا بهت اخطار بده. بله آقا. متشکرم آقا. تو هم در فضولی دست کمی از اون نداری فیلیپ. اینطور نیست برادر. برانتون. تو اینجایی؟ کلی زنگ زدم تا بیای. باز میخوام دکتر واتسون. در اتاقای بالا بودم. کتابخونه حسابی به هم ریخته. باد از تو دودکش وارد شد و تمام خاکسترها رو همه جا پخش کرد. بسیار خوب، فوراً تمیزش میکنم دکتر. اتاق پر دود شده. کاغذ رو زمین ریختن. چه شب بدیه برانتون. هاستون کاملا طبیعیه قربان. فکر کنم امشب برای دیدن شبه خانم تورین مناسب باشه. نه دکتر واتسون. خانم تورین فقط در ضلع غربی عمارت دیده میشه. هیچ کس در این نقطه از خونه شبهی ندیده بود. واقعا مگه داستانایی نبود که یکی از دخترای خدمتکار ادعا کرده بود که آقای ماسکریو رو دیده که سرش پشت رو بوده تو همین اتاق. باور نکردنی. البته قربان اون یه دختر سر به بله به نظر میرسه خیلی خیال پردازه. بسیار این شبه دیده چهار سر پشت رو چه مزخرفاتی واقعا که شرح حال افسران آسایشگاه در برج‌های هالستون در نورتامبرلند. آقای برانتون این پنجره ها همیشه اینجوری باز میشن؟ بیشتر اوقات آقا جای تأسف داره چون آقایون رو بیخواب میکنه. البته بیشتر از حد معمول. خب بیماره که همه امشب خوابیدن درسته برانتون؟ واقعا؟ البته البته نخوابیدن؟ کاپتان ویکری تو اتاقش نیست آقا و دیدم که سرهنگ لایکفوردم به طرف اتاق نشیمن میرم و نمیدونم سوتوان کرارین کجاست. واقعا خیلی عجیبه. بسیار عجیبه. دیگه چیزی لازم نداره؟ نه نه متشکرم. بله بله به دکتر ساکستون بگو که میخوام باش صحبت کنم. بسیار خوب آقا. شب بخیر آقا. شب بخیر برانتون. باب بلندش کن. بیا بذاریمش تو صندلی. ببخشید خیلی آواز میخوام. کیفمو بیار برانتون. بله. خب بذار ببینم. این نزدیک بوده ها. به شاهرگ گردن نخورده. شبیه زخم چاقوه. بفرمایید آقا. مثل یه کابوس بود. یکم پنبه با اون شیشه رو بده من. حسابی مزاحم شد. نه 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 تو یه چشم هم زدن پانسمانت میکنم مثل اولت میشی. خب چه اتفاقی افتاد؟ من نمیدونم. درست به سالان کنار گلخونه بودم. داشتم از دهکده برمیگشتم. خوب یادمه که به گلخونه نزدیک شدم. باد وحشتناکی میرسید. به سختی راه گرفتم. نه اصلا متوجه نشدم. اون یه ضربه به من زد و منم افتادم روی زمین. لابد فکر کرده من مردم. نمیدونی کی بود؟ نه. خب یعنی من بله 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 راستش درست نیست این حرفو بزنم. شما حق دارین حرفتون رو بزنین دکتر ساکسون. بنده به عنوان رئیس این منزل فوراً ترتیب تحقیقات کاملی رو میدم. ترجیح میدم این کار رو نکنید دکتر ساکستون. این که من و برادر خواهرم گذاشتیم از منزل ما به عنوان آسایشگاه بیماران روحی استفاده بشه مسئولیت ما رو از اتفاقاتی که در امارت رخ میده سلب نمی کنه. منظورم در این شرایط خاص بود قربان. بس کن باب لازم نیست مخفی کنی. سیزده ضربه. عجیب. ساعت خراب شده؟ نه به هیچ وجه. آقا یادتونه آخرین باری که سعد این کار کرد چی شد؟ روز بعد پدرتون کشته شد.
آقای هالت. آقای هولمز، من فقط یه آزمایش علمی بود خانم هاتسون. نه، میخواستین آزمایش کنین که چطور مردم بیچاره رو بترسونین. سینی رو لطف کنین. خدای من، حالا تو دیوار جای گلوله هست. آقای هولمز، من دیگه طاقت هم تموم شده. طاقتون تموم شده خانم هاتسون. این آزمایش کمر معمای پرونده جیکوب و شکست بدون هیچ شکی اثبات کرد که با اینکه دستش بسته بود بازم میتونست در دفاع از خودش هفتی رو شلی کنه و برادر همسرش رو بکشه. ولی دیوار نازنین رو سوراخ سوراخ کردی. بیا تو هاتسون. دوست عزیز، خوشحالم خونه هستی. حتی درم نزدم. از کجا فهمیدی منم؟ یعنی من هستم؟ منم درسته واتسون، مگه که طرفدار لفظ قلم باشی، که بعید میدونم. در ضمن هیچ کس در لندن صدای پای تو رو نداره. از دیدنت خوشحالم واتسون. Mrs. Hudson, dear, how are you? Oh, it's good to see you again, sir. I think there'll be enough there for two. Splendid. You're a sight for sore eyes, Watson. متشکرم رفیق، منم خوشحال شدم. بشین. خوبه، متشکرم. خیلی خوب تعریف کن. چی شده که صبح زود از نورتامبرلند برگشتی؟ اتفاقات بد، هولمز. اتفاقات خیلی بد. از کجا فهمیدی از نورتامبرلند اومدم؟ بسیار ساده است، واتسون. رو چمدونت برچسب تازه ایستگاه هیوستون خورده. تنها قطاری که در این ساعت وارد ایستگاه هیوستون میشه اکسپرس نیوکاسل از نورتامبرلنده. بنابراین در این ساعت باید از نورتامبرلند اومده باشی. البته معلوم بود، مگه نه؟ تقریبا. حالا بگو چه اتفاق بدی دیشب در برچه هرسون افتاده؟ برای این پیشت اومدم هولز. دیشب ساعت ده تو کتابخونه نشسته بودم. از کجا میدونی از هرسون اومدم؟ برام نوشته بودی که برای انجام خدمات پزشکی داوطلب شدی. با تجربه‌ای که تو داری حتما به افسران مریض سر میزنی، پس تو رو در پست دیگه قرار نمیدن. در این ماه فقط یه منزل در اونجا اقدام به این کار کرده و اونم عمارت ماسکریو در هرستونه. عجب ساده. بچه‌م میتونه این کارو بکنه. اما نه بچه تو. البته که نه. چی؟ من که بچه ندارم. البته دوست داشتم بچه دار بشم. تا حالا درباره ازدواج با اون بیوه برات گفتم؟ رسر در رفتم. درست به موقع متوجه شدم که خودشم یه بچه 3.5 سال داره. بله واتسون، بهتره به موضوع هرستون بپردازیم. خیلی خوب، خیلی خوب. هرستون یه منظره قدیمی، خیلی خوفناکه. نکنی یه شبح دیدی؟ نه، به این خوفناکی هم نبود. اشما با چاقو به کسی حمله نمی کنن، درسته؟ یا شاید هم حمله می کنن. ارواح نجیب نه واتسون. به کی حمله شده؟ معلومه، دست یارم دکتر ساکستون. کی؟ دیشب. فکر میکنی کار کی بوده؟ نمیدونم. به پلیس خبر دادی؟ خب نه، خبر ندادم. چرا؟ خب چون فکر کردم ممکن است. من منظورت اینه که افسری که تحت مراقبت تو هستن همگی مردان درخشان جنگی هستن، از این قبیل حرفا، درسته؟ دقیقاً. پس برای همین به فکر یه تحقیق مخفیانه افتادی. دقیقاً. فکر منطقی کردی واتسون. میتونیم با قطار ساعت 9:30 برسیم هرستون. دوست من، عجله لازم نیست آخه. واقعاً؟ بیمارای تو همه روانیای جنگی هستن، ممکنه هر لحظه کنترل خودشون از دست بدن. برای تعریف تو، یه قاتل در هستون آزادانه میچرخه. درسته، ممکنه حق با تو باشه. بریم واتسون، نباید وقت رو تلف کرد. فقط امیدوارم دیر نرسیم. در مورد عمارت ماسکریو درست میگفتی. خونه ها مثل انسان ها ویژگی های متفاوتی دارن و این منزل هم بسیار هراس انگیزه. کاملا همینطوره. سب کن، اون چیه؟ اونجا گلخونه هست. نه، اون یه مش برگه. بله، یه مش برگه. چطور مگه؟ به نظرت عجیب نیست واتسون که یه کوه برگ و جلوی در خونه جمع بکنن؟ هیچ باغبونی در دنیا چنین کاری نمیکنه. جفری ماسگریو. بسیار جالب بود بازرس استریت.
اما میشه بپرسم این چه چیزی رو اثبات میکنه؟ من میخوام اثبات کنم که دکتر ساکستون که اینجا روی زمین افتاد الان دو مرتبه شده بازدست، بیهوش شده بود. بله درسته، بیشتر از حد عادی بیهوش بود. نکته اینجاست. کدوم نکته؟ مادی که به دکتر ساکستون حمله کرده قبل از اینکه دکتر ساکستون هوش بیاد وقت کافی برای برگشتن به امانت داشته. جدی؟ بله. و این لنگ دستکش با... این لنگ دستکش که من در صحنه جرم پیدا کردم متعلق به یه نفر خاص در این خونه است. آه جالبه، این دستکش مال برادرم. چی؟ یعنی میخواسته دکتر ساکستون رو به قصد برسونه. کی میدونه؟ باید با کسی که این دستکش اندازه دستشه صحبت کنم. بسیار خوب، برادرم تو استبله، شما رو میبرم اونجا. متشکرم. این سریع ترین راه برای خاتمه دادن به این مزخرفاته. بریم. راستی آقای فیلیپ. بله؟ بهتره بدون لباس گرم در هوای سرد شب بیرون نریم. بارونی منو بپوشید. متشکرم. ولی به این نیاز ندارم. و به این. خب بهتره بریم. شما اید آقای هامز؟ شب بخیر لستریت. اومدیم به من کمک کنید؟ همیشه از اینکه کمکم کنی خوشحال میشم. متشکرم، اما من به کمک شما نیاز ندارم. به به، دکتر واتسون هم تشریف آوردن. آیون، ایشون دوست من آقای شلوک هولمز هستن. فیلیپ مسگریو، دکتر ساکستون. حالتون چطوره؟ خوشوقتم. ازش خواستم چند روزی پیش ما بمونه. لطف کردین. اما همونطور که میبینید پلیس مسئله رو به عهده گرفته. واقعا جای تاسف داره. اگر اجازه بدید دکتر واتسون، می‌خواستم با برادرتون صحبت کنم. این افتخار نصیبت نمیشه بازی است. چرا؟ خبر ناگواری دارم آقای مسگریو. ما برادرتون رو جلوی گلخونه پیدا کردیم. اون مرده. امکان نداره. نه هامز، امیدوارم نخوای با ما شوخی کنی. قتل شوخی نیست بازرس. درست آقای هامز، کسی نگفت هست. قتل؟ خب پس بریم. مسئولیت همه چیز با منه. در مقام قاضی دادگاه مسئولیت تحقیقات در عهده منه. کن ابله، همینجوری با عجله نرو تو. به من دستور نده. ابزار جراحی. میدونی واتسون، ابزاری که زندگی رو نجات میدن دلنشین‌تر از وسایلی که جون آدم رو میگیرن نیستن. فکر ترسناکی هولمز. شما زنگ زدین دکتر واتسون؟ بله، چند تا کارگر خبر کن برین جلوی گلخانه. من آقا، خب عذرخواهی میکنم، راستش نمیتونم، راستش دلشو ندارم. I really couldn't look at a corpse. Corpse? خب من از کجا میدونستی که اونجا یه جسده؟ معلومه، پشت در گوش میداد. من ترتیب این کارو میدم دکتر، منم گوش میدادم. بریم برانتون. چه زنه عجیبی، باید خدمتکار باشه. انگار خیلی سخیره. شبیه ماریان کارپینتر قاتل چمدونیه. منزله عجیبیه. بله واقعا همینطوره. حالا واتسون اگه ایرادی نداره میخواستم با بیماران عجیبت صحبت کنم. بهتر یادآوری کنم هولمز که بیماران من فقط بیمار هستن. درسته؟ همه عادی و از نظر جسمی و روحی سالمن و نشانی از مالی خولیا درشون نیست. کاملا متوجه. میدونی هولمز، حتی انسانهای عادی هم گاهی اوقات. دقیقا. سلام مک. ولی حتما خوابم برده بود. مک، بخواستم با دوست قدیمی ماشنا بشی. شلوک هولمز، صدفاً مکینتاش. حالتون چطوره؟ تعریف شما رو زیاد شنیدم. ببخشید شما رو بیدار کردیم. خواهش میکنم. به امید دیدار. بشین مک و به خوابت ادامه بده. بیچاره، تو سنگر در جشر هیل پیداش کردن. تانک از رو سنگرش رد شده بوده. واتسون، بله. میدونی جفری مسگریو چطور به قتل رسیده؟ بله، به علت شکستگی جمجمه. نه نصب کن هولمز، اینطور نیست. اینطور نیست؟ برم و خون ریزی و کبودی در سرش دیده نمیشه. دقیقا.
ضربه بعد از مرگ به سرش خورده، یه شیء تیز وارد جمجمه و بالای ستون فقرات شده و ماسکریو به قتل رسیده. خدای بزرگ. بریم بالا. سلام لانگفورد. سلام، اینجا نبودین درسته؟ درسته؟ بله رفته بودم لندن و دوستم آوردم، شلوک هولمز و سرگرد لانگفورد. شما را سر شام میبینم. امیدوارم. امیدوارم، امیدوارم. ببخشید، ببخشید. در سنگاپور بوده، از اردوگاه اسرای جنگی فرار کرده، تجربه وحشتناکی داشته. اون دوچار یه نوع توهم فرار بازه. بله، ولی مرد بسیار مهربونیه. نفر بعدی که بخواهم بدشون بدم کلارینگ جوانه، سروان هنگ ویژه، شاهد کشته شدن سربازا روی تله های انفجاری دشمن بوده. یه کمی عصبیه. کاملا طبیعی. آمدم. به به دکتر واتسون، لطفا بفرمایید. عذر میخوام که معطل شدیم. راستش من دراز کشیده بودم، استراحت میکنم. اینجون دوست من آقای هولز هستن. چند روزی میمونن آقای کلاری؟ خوشوقتم. حالتون چطوره؟ عذر میخوام که مزاحمتون شدم. به هیچ وجه. راستی شما شکلات همراهتون دارین؟ اصلا برای همین اومدم، برای چند بسته از اون شکلاتایی که دوست داری آوردم. نه ترس، بازش کن. عجله‌ای نیست. اصلا عجله‌ای نیست. نه عجله‌ای نداریم. بریم؟ بله بهتره بریم، چون کلی کار داریم. خدا نگهدار. بازم برمیگردم. شب بخیر. میترسید بمبی تو بسته باشه؟ بیچاره در جای عجیبتر از این بمب پیدا کرده. مردی که تو این اتاق یه خلبان خارجیه، کپتن ویکری، مشکل خاصی نداره. پس برای چی اینجا؟ استراحت. مدت زیادی در خدمت بوده، باید استراحت کنه. ویکری، ویکری، انگار نیست. کسی اینجا نیست. ظاهرن که اینطوره. حداقل از زمان چای عصرانه. این چیه؟ کاپیتان ویکی، چای براتون آوردم، اگر سرد شد تقصیر من نیست. بکنم این کار برانتونه. خدمتکار؟ آخه فکر میکنه شاعره، البته زمانی که خوابش میاد. صحیح، یه قاتل بود که خودشو شاعر میدونست. هولمز، نکنه فکر میکنی برانتون. ببخشید، فقط گفتم یه قاتل که شعرم میگفت. دکتر واتسون، کجا هستی؟ پس اینجایی. Steady, my dear, steady. Please make me wake up, won't you? It's just a bad dream, I know. آروم باش. خواهش میکنم منو بیدار کنی. میدونم که یه کابوس وحشتناکه. بشین. برادرم جف به قتل رسیده. جف بیچاره. از دیروز که با همسر کاپیتان پت ویکری بحث کردیم دیگه باهاش حرف نزدم. میخوان اثبات کنن که پت جفو کشته. نه. Just pull yourself together. But you don't understand. They're trying to say that Pat... They're trying to prove that Pat killed Jeff. No. بله. مسخره است مگه نه؟ خیلی مسخره است. خیلی مسخره است. مسخره. بس کنین. شما کی هستین؟ اسم من هولمزه. شرلوک هولمز؟ بله. پس شما به ما کمک میکنین آقای هولمز؟ به من و پت؟ سعیمو میکنم. بگید ببینم، برادر شما کاپیتان ویکری اختلافی داشتن؟ این ربطی به ماجرا نداره. ممکنه کاملا به ماجرا مربوط باشه. اگه فکر می‌کنین کاپیتان ویکری میتونه کسی رو به قتل برسونه، پس شما هم بویی از کارآگاهی نبردین. مثل دکتر واتسون. خانم شل. شما دلبسته هستین، درسته؟ دیوانه شدم آقای هولمز. عقلمو از دست دادم. خواهش می‌کنم منو ببخشین. خواهش می‌کنم کمکم کنید. البته درک می‌کنم. اما شما نمی‌دونید اون مرد نفرت انگیز از اداره پلیس داره همین الان از پت بازجویی می‌کنه. این شنکش دقیقاً همون شنکشیه که امروز بعد از ظهر از توی باغ برداشتین، درسته؟ بوش که همونه. می‌خواین اثبات کنین که جفری ماسکریو با همین شنکش کشته شده؟ نه، من می‌خوام اثبات. مهم نیست چی می‌خوام اثبات کنم. لستریت میخواد شما خودتون رو متهم کنید کاپیتان بی. I'll thank you to keep out of this, Mr. Holmes. This is Mr. Sherlock Holmes. How do you do? He's promised to help you, dear. There's nothing to worry about now. Only his neck, miss. Now this here rake. What did you... گفتیم برای چی ازش استفاده کردیم؟ گفتم که میخواستم کلاهمو که با توی برکه انداخته بود در بیارم. آو، پس داشتین دم برکه ازش استفاده میکردین. برای بار دهم میگم بله. پس چه شد که سر از کنار جسد ماسکریو در آورد؟ نمیدونم. آها، سوالی ندارم. آقای هولمز.
اثر انگشتی روی شنکش هست؟ نه آقای هامز، نکته هم همینجاست. اگه ویکتری میخواست با این کلاهشو در بیاره، پس چرا باید اثر انگشتشو از روش پاک کنه؟ میشه تصور کرد یه نفر دیگه ازش استفاده کرده و هر دو اثر انگشتو پاک کرده. نکته جالبیه، اما غیر ممکنه. ولی اعتراف میکنی که دیروز با جفری ماسکریو مشاجره کردی، مگه نه؟ گفتی سرشو خرد میکنی. من بهش پیشنهاد دادم اونم قبول نکرد. کی به شما گفته؟ او نه، اونت. من همون چیزی گفتم که شنیدم. کاپیتان ویگری برادرمو تهدید کرد. درسته آقای هامز، با این کارش هیچ فایده ای نداره. این مدک هم انگیزه داشته و هم فرصت. و این شنکش اونو به جسد مربوط میکنه. بسیار خوب، بریم. فکر میکنین اون واقعا ماسکریو رو کشته؟ میدونی که کار اون نبوده؟ انقدر اون میلا رو به هم نزن. Take it easy, Sally. Now look, don't worry a bit. I tell you everything's going to be all right. Let's go, Inspector. Mr. Holmes. Steady, steady. Aren't you on our side? Yes, Sally. Then why don't you do something? Because Captain Vickery will be much safer in the local police station tonight than he would be in this house. Oh, Mr. Holmes, what am I going to do? Watson, what am I going to do? I'll get it at once. Come along, Sally. ناراحته ولی فراموش میکنه. اینطور فکر میکنی؟ مجبوره، تجربه سختی داره. باید فردا رسم احمقانه رو اجرا کنه. رسم؟ این مراسم قدیمی خانوادگی مساقی هارمز. حالا که من رئیس امارت هستم، نفر بعد از من سالیه. لعنت به این. این کمکی میکنه؟ بله متشکرم. میل بافتنیه درسته؟ بله. خیلی به درد بخوره. سالی به عنوان وارث من باید نوعی دستورالعمل رو در مقابل شومینه و با حضور ساکنین منزل بالای سر جسد جف اجرا کنه. حالا بهتر شد. چه جور دستورالعملی؟ به چند جمله بی‌معنی میگن آیین مسکری رو. رسم خانوادگیه که به ما منتقل شده. این جملات به خاطر داری؟ نه، به هیچ وجه. وقتی برادرتون جفری رئیس خانواده شد شما میزش کردین نه؟ آره درسته، منم گفتم. بذارید ببینم. اولین کسی که پیداش کنه مرگ براش بهتره. دومین کسی که پیداش کنه خطر مرگ رو خریده. آخرین کسی که پیداش کنه در برابر نیروهای خبیث ایستادگی کرده. اولین کسی که پیدایش کند مرگ برایش بهتر است. دومین کسی که پیدایش کند خطر مرگ تهدیدش میکند. آخرین کسی که پیدایش کند در برابر نیروهای خبیث ایستادگی کرده و ثروت زیادی برای قلعه هرستون به ارمغان آورد. نور کجا بود؟ بر روی چهره پیاده. با سرعت به کجا می‌رفت؟ برای نگهبانی از پیاده وزیر. پیاده فیل گستاخانه پیشاپیش به منزل رفت. چه کسی را دور کند؟ پیاده هوشیار شاه. سپس کدام؟ فاجعه. وزیر پیاده را میکشد. نه نه عوض میخوام خانم سالی، پیاده پیاده را میکشد. متشکرم برانتون. سپس چه کسی او را هلاک کرد؟ فیل تشنه خون کجا خواهد رفت؟ در جرفای زمین. اکنون بدور از رعد بگو حفر کند. Once more into the breach, dear friends. Once more. Happy day. You drunken sot. The mouse has been ringing you for the past 10 minutes. Why don't you answer it? Fly away, little gremlin. اگه ارباب تو رو اینجا ببینه تویی که باید از اینجا بری. فکر کنم خودش باشه. زود باش. دارم میام آقا. اومدم.
جب کنید آقا، اومدم. آقای هولمز بفرمایید آقا، بفرمایید. ما رو مفتخر کردید. معمولا کسی به دیدن من نمیاد، چیکار میتونم براتون بکنم؟ برای شروع جیر جیر صندلی رو در نیار. بله آقا. میخوام بدونم چطور شما مراسم ماسکری رو از حفظین؟ من آقا؟ بله شما. وقتی سالی امروز جمله ها رو فراموش کرد، شما بهش یادآوری کردین. خب آقا من حفظش کردم. معلومه، اما چرا؟ چون معنی نداره. من چیزای دیمعنی رو خیلی دوست دارم. متشکرم برانتون. فرض کنیم با معنی باشه و این معنی به قتل جفری ماسکریا مربوط باشه. به به، چه فکر جالبی. اجازه هست یه چیزی بگم؟ بله برانتون، در ضمن میتونی بشینی. متشکرم آقا. خیلی بس کن دیگه. به من نگاه کن. نه اینجا. تو معنی مراسم ماسکریا رو میدونی؟ واقعا؟ نمیدونی؟ اگه بگم چه چیزایی میدونم تعجب میکنین آقا. چه چیزایی؟ نه نمیگم. درباره خانواده ماسکریو؟ اگه بگم همه چی رو لو دادم، به خاطر تمام ماسکریوهای مرده و زنده. برخیشون قاتل بودن، برخی بدتر از قاتل، اما همه میدونستن چطور یه راز مخفی نگه دارن. منم همینطور. برانتون، من 10 دقیقه است که دارم زنگ میزنم. معذرت میخوام آقا، ولی زنگ نمیزنه. کافیه برانتون، این آخرین اختاره. بله آقا. این کار ضروریه آقای ماسکریو. من تصمیم گرفتم که اون فردا صبح باید بره. تا صبح خیلی راهه. خدا نگهدار، خدا نگهدار شکوه من، خدا نگهدار. ای ساده، بالاخره کار خودتو کردی برانتون. بعد از این همه زحمتی که کشیدیم، حالا من تنهایی چی کار کنم؟ میخوای چی کار کنم؟ بازم 13 ضربه. بله. رفتار خانم هاولز برام عجیبه واتسون. میگه از دیشب برانتون رو ندیده، اما ظاهرا نمیخواد به ما در پیدا کردنش کمک کنه. درسته، اونم مثل ما میدونه برانتون کجاست. یعنی نمیدونه کجاست؟ نمیدونه. گفتی دیشب غر کرده بود. بهتر نیست که دنبالش بگردیم؟ ما هم داریم همین کارو میکنیم واتسون. خوشحالم این کارو میکنیم، حتی اگه کسی نخواد پیداش کنیم. حدس میزدم اینجا پیداش نکنی. نگران نباش عوضش، من تشنمه. دست بر قضا، منم همینطور. آقایون سلام. دکتر، دنبال ما میگردین؟ البته که نه، راستش داشتیم دنبال برانتون. شما که اونو ندیدین؟ دیدیمش کلاوری. چرا باید دیده باشین؟ صبح خیلی گرشه. صبح خیلی دکتر، چی میدید؟ یه چیز خونک. تو چی میخوری؟ یه خونک لطفا. یکی هم برای من. من شیطانم. واقعا چه جالب، یه کلاغ رام. یه شیطانی یا چیز دیگه؟ من همونم. یه پرنده شکاری. نه؟ بله، به نوعی لاشخوره. از دورم میتونه بوی لاشه رو تشخیص بده. بله کاملا درسته. باید ببینید وقتی یه خوراکی تو خیابون پیدا میکنه چی کار میکنه. بریم بشینیم.
رئیسی دکتر واتسون رو ندیدی؟ اونجا نشسته. ممنون. ممکنه با شما صحبت کنم آقای هولمز؟ چی شده خانم سالی؟ نمیتونیم برادرم فیلیپو پیدا کنیم. تو اتاقش گشتیم؟ مجبور شدیم در رو به زور باز کنیم، از داخل قفل بود. واقعا؟ بله، باید بیاین آقای هولمز. حتما سالی، فوراً بریم. عجله کنین، میدونم اتفاق وحشتناکی افتاده. چه پرنده وحشتناکی، خواهش میکنم دورش کنیم. واتسون، خانم سالی رو ببر. ببرم کجا؟ هر جایی، فقط از اینجا ببرش. برو برو. فیلیپ ماسکریو. حالا دارن چیکار میکنن؟ چیکار میکنن؟ نمیدونم. دیگه حرف نمیزنن. یه نفر داره توی راهروی بالا قدم میزنه. قدمای سنگینی داره. هیچ شکی درش نیست واتسون. دیشب یه نفر به دیدن فیلیپ ماسکری اومده. این ردپاها متعلق به یه مرد سنگین وزنه یا یه کسی که یه بار سنگین داشته. درسته هومز، باید همینطور باشه. The burden was Philip Musgrave's body, and these here footprints were made by Alfred Brunton. It doesn't necessarily follow. Oh, don't it? بفرمایید. اینا روی رد پاها امتحان کنید. این کفش آلفرد برانتونه. اندازه است بازه است. اما این که رد پای کفش برانتون اثبات نمی کنه که پای برانتون داخلش چرا؟ بوده. اگه پای برانتون تو کفش نبوده پس کجا بوده؟ معلوم هم که پای برانتون نیست. ببین هولمز، بهتر عقلمون رو هم بذاریم. چیو؟ مگه چه اشکالی داره؟ باید به انگیزه توجه کنیم. این یارو برانتون انگیزه داشته. فیلیپ ماسکریو اخراجش کرده بود مگه نه؟ جفری ماسکریو هم اخراجش کرده بود. چه ربطی به موضوع داره؟ ربط داره. شباهت شیوه کار در هر دو قد نشون میده که هر دو کار یه نفر به این ترتیب بیکری بیگناهه، چون تمام این مدت تو زندان. بسیار خوب واتسون، همونطور که من گفتم کار آلفرد برانتونه. برانتون برای قتل جفری ماسکریو چه انگیزه ای داشته؟ انگیزه دیگه چیه؟ اصلا انگیزه مهم نیست، این پرونده مثل روز روشنه. واقعا؟ پس توضیح بده چرا این رده پاها به این دیوار ختم میشن و برگشتم ندارن؟ چی؟ به این فکر نکرده بودیم، اگه نباز را فقط یه توضیح میتونه باشه. فهمیدم. Brunton murdered Musgrave right up against the wall. He hoisted the body over his shoulder, like this, you see. Walked backwards, clean out of the room. That's a very undignified position, Lestrade. Up to date. در عمارت‌های قدیمی مثل اینجا بعید نیست یه راهروی مخفی پشت دیوار بتونیم پیدا کنیم. بفرمایید، اینجاست. بیا بیرون. نمیتونی فرار کنی. اون تو چی کار داشتی؟ به شما ربطی نداره. جواب بده. شما دنبال برانتون میگشتی؟ درسته. برانتون از عمارت ماسکاریو خارج نشده. هنوز لباساش توی کمدش آویزونه. به من دروغ نگو. یه جایی اون تو مخفی شده. اون تو نری. چرا؟ گم میشی. من گم میشم. خیلی بامزه بود. اون گم میشه آقا. مهم نیست. خوب گوش کنین. از کجا وارد این راه رو شدین؟ از داخل گلخونه توی باغ. برانتون میدونست؟ نه، نمیدونست. خانم برانتون، پس چرا اون تو دنبالش میگشتین؟ ما میدونستیم شما همسر برانتون هستین. میدونین که فیلیپ ماسکریو به قتل رسیده مگه نه؟ میدونستین و فکر میکنین کار برانتونه؟ فکر میکنین از داخل گلخونه بیرون اومده؟ نه. و وارد انباری شده؟ نه، امکان نداره. و جسدشو در صندوق اتومبیل گذاشته؟ حق نداریم به آلفرد. من هر دوی شما رو متهم میکنم. با هم دست داشتید. شما دیشب تو اتاقش بودین، خودم دیدم. فقط رفته بودم درباره مراسم حرف بزنم آقا. اون فکر میکرد که همه چیزو فهمیده. هیچ نوشته به جا نذاشته؟ خیر، یعنی زود باشی کافیه نشونم بدین. همین آقا، صبح زیر جا صابونی پیداش کردم. با عجله نوشته شده. یه معمای دیگه است؟ بله، ظاهرا با ناراحتی نوشته شده. اگه اتفاقی برای من افتاد جسمی یا روحی بگرد و کلید مراسم ماسکریو رو پیدا میکنی. مراسم اون باید خودش باید باشه. باید من مراسم رو پیدا کنم، کلید ماجرا است. یه لحظه صبر کن، نمیشه با سال یاد بزنی. شوکه شده بود آخه، یه آرام بخش بشه. خیلی خب بریم. پرده رو بکش واتسون. باید یه نسخه از مراسم ماسکریو تو این اتاق باشه، چون باید اونو حفظ میکرد. اقوا تو اینهاش بعید میدونه. خالیه. درسته. ها
فقط یه کار میشه کرد، اتاق رو بگردی. اتاق نه واتسون، ذهنش. تو ذهن خانم سالیه. ظاهرا برای مخفی کردن اون کاغذ رنج بسیار کشیده. ولی چرا باید مخفیش کنه؟ خودتو جای اون بذار. برادرش جفری به قتل رسید. نامزدش متهم به این قتل شده و در زندانه. علاوه بر اینا برادرش فیلیپ هم به قتل رسیده. تو بودی چیکار می‌کردی؟ طبیعتاً خیلی ناراحت می‌شد. درسته، عذر می‌خوام. اونو در یه حالت هیستری و جنون به خونه آوردن. به طرف میز میره، دستکش‌ها رو در میاره. اولین چیزی که چشمش بهش میفته متن مراسم ماسکریوس. در ذهن اون تمام اتفاقات هست مربوط به این مراسم میشه. ممکنه قربانی بعدی خودش باشه. باید این کاغذ رو مخفی کنه. درسته، ولی کجا؟ ببخشید آقا، وقتی قرص خواب‌آور بهش دادی تو اتاق تنها بود؟ نه، نورا اینجا بود، کمک کرد بخوابه تا من رفتم و کیفم رو آورد. خوبه نورا؟ بله آقا. وقتی با سالی تنها بودین اولین کارش چی بود؟ راستش آقا، ازم خواستن تخت خوابشون رو آماده کنم و لباس خانگی رو بیارم. خانم سالی در این بین چیکار میکرد؟ بذارین فکر کنم. بله، رفتن به طرف میزشون. درسته، همون موقع بود که متن از پاکت در آورد. بعد چی شد؟ بعد از من خواستم برم اونجا و پرده ها رو بکشم، ولی الان یه نفر پرده ها رو کنار زده. وقتی پرده ها رو میکشیدی پشتت به خانم بود؟ بله، اما مدت زیادی طول نکشید. اتفاقا چرا؟ به طرف پنجره رفتی، خانم کجا بود؟ خانم اینجا نشسته بود، درست همینجا، داشت کفشاشو در می آورد، ولی اصلا از روی صندلی بلند نشد. مطمئن نه. فهمیدم، حتما کاغذ زیر این گذاشته. لابد نظرش عوض شده. قطعا. خب ممکنه همینجا باشه. چه ساعتی خانم سالی رو آوردی؟ نمیدونم، وقتی اومدم ساعت 12:30 زنگ خورد. خودم شنیدم آقا. همین ساعت؟ بله آقا. ممنونم، میتونی بری. معلومه که ساعت 12:15 بوده و در ساعت 12:20 متوقف شده. چی؟ وقتی نورا پشت کرده، سالی دستشو دراز کرده، ساعت رو باز کرده و کاغذ رو اینجا مخفی کرده. شگفت‌آور. بسیار پیش پا افتاده است واتسون. نور کجا بود؟ روی صورت پیاده. با صورت به کجا رفت؟ تا از پیاده وزیر محافظت کنه. به نظر من که بیمعنیه، یه سری حرفای بیمعنی. چنین چیزی که قرنها رسم بوده نباید بیمعنی باشه. چه کسی وارد شد؟ پیاده رنگ پریده شاه. پیاده رنگ پریده باتسون. شاه، وزیر، اسب، فیل. به نظر من شبیه بازی شطرنج. دقیقا. نور کجا بود؟ نور واتسون، نور رو تعقیب کن. رو صورت پیاده نگاه کن واتسون، نگاه کن. شبیه یه صفحه شطرنجه. شرط و پرت نیست. این اصطلاحات شطرنجه و اونم صفحه شطرنج. راز قفه ماسکریو در زیر این صفحه است. خدایا، ما کلید حلش رو داریم. چه کسی وارد شد؟ پیاده رنگ پریده شاه. اسب شاه سفید به خونه سوم فیل شاه سفید. نوبت شماست دکتر سکسون. من شطرنج بلد نیستم. بازی کن باب، جالبه. باید از اینجا شروع کنی. از این طرف. من یادتون میدم. من یاد میدم. یک، دو، سه، یک. پیاده در خانه سوم شاه سفید. نوبت تو کلارین، خونه سوم شاه سفید. برو اونجا. انگار نمیشه بحث کرد. سرباز سرباز را میکشد. نوبت تو واتسون. جایی تو رو باید بگیرم. بس دیگه، کافیه. نباید بخندی، جدیه. نوبت تو اکلرینگ. دکتر واتسون رو میزنی. متاسفم دکتر. بعد چه کسی او را کشت؟ فیل آماده قتل. فیل وزیر سفید به جای اسب شاه سفید در خونه پنجم. نوبت منه. یک، دو،
دکتر فکر کنم جاتونو تغییر دادین. واقعا فکر نمی کنم. متاسفانه حرکت کردی. خب کجا بودم؟ خونه سوم شاه افتی. درسته. آه بله البته عذر میخوام. 3 4 5 صدفان انگار برای شما بد شد. بله پس من کجا برم؟ او کجا رود؟ در جرفای زمین. خانم حول زیر اینجا چیه؟ خب یه زیرزمین قدیمیه آقا، ورودیش درست زیر اون پله هاست، اما قرن هاست درش قفله. یکی از ماسکریوها برادرش اونجا به قتل رسونده. گوش کنی؟ این صدای چیه؟ رانتونه. آلف، آلف، اونه، اون توی راه راگ بالای شومین هست. تو اونجایی برانتون؟ منو بیارین بیرون، منم لستریت قوم شدم، من حسابی گیج شدم. سال هست که گیجی، بیارینش بیرون، یه پیاله شیر بهش بدین. بیا جنی، روی این مربع بیست. اینجا پا بکوب، پا بکوب. کلارین صدایی به تو بیار. آقایون، میریم در جرفای زمین. صدها سال کسی اینجا پا نذاشته. یکی اینجا بوده در 24 ساعت گذشته. مثل روز اولش تمیزه. دقیقا. خاک صدها سال پیش رو دیواراست، اما زمین جارو شده. ظاهرا نمیخواستن رد پایی بذارن. گوش کنی، این جنیه که تو سرسرای بالاست. کلارینگ صدایا به تو بده من. ببخشید قربان. باید محل زیر اون مربعی که علامت گذاری کردم رو پیدا کنم. هیچ کس تکو نخوره. یه نفر داره حرکت میکنه، برای کارم مزاحمت ایجاد میکنه. کاملا بی حرکت بیستین همه تون. همینجاست، بیاین کمک کنیم. باشه بذاریم من میگیرم. امنون دوست عزیز. اینه هاش، اینجا آرامگاه رالف ماسکریوس، شوالیه صاحب ملک هرستون. اینجا قبلا اسمش قلعه هرستون بوده. و نورفیلد و مشاور پادشاه آنو دومینی 1539، چیزی که ما دنبالش هستیم این زیره. در واقع اینجا یه مقبره داخل سردابه. بلندش کنیم. بلندش. انگار یه نفر اون پایینه. کیه؟ برانتونه؟ برانتونه؟ نمیدونم، همونجا بمونیم. برانتونه. مرده؟ بله، چندین ساعته که مرده، به قتل رسیده. صبر کنی، این چیه؟ به لطف خدا هنری پادشاه فرانسه و ایرلند دارای قلمرو. چی پیدا کردی؟ سرنخه؟ سرنخه؟
نه. یه سند قدیمیه. آها، این چیه؟ انگار یه نوشته است. واتسون، اومدم. اینو برام نگه دار. آروم رو زمین کنار دست راستش. اون علائمو توی خاک میبینی؟ انگار با ناخوناش روی زمین خراشیده. بله بله، زیر ناخوناشو ببین. میخواست یه چیزی بنویسه، باور نکردنیه. یه چیزی نوشته. چیه؟ بله به ما بگین چی نوشته. مشخص نیست، خیلی گنگه. من چشمای تیزی دارم، بذاری من ببینم. بذاری من ببینم. تکو نخورین هیچ کدوم. این نوشته ها نباید پاک بشن. میخوای چیکار کنی هولز؟ میخوام بذارم همینجور اینجا بمونه تا مواد شیمیایی لازم رو برای فهمیدن این کلمات پیدا کنم. اصلا نمیدونه این سایداش چی بنویسه. آره میدونم. فکر کنم برانتون با آخرین توانش اسم قاتل رو با ناخون روی زمین نوشته. اینجای لسرید؟ ساعت 12 است. گوش کن لسرید، باید به نیوکاسل برگردم تا وسایل محلولامو بیارم، تا فردا بر نمیگردم. بله آقای. همه شما باید به کاراتون برسیم واتسون. بله. مثل جونت از این در مراقبت. باشه هولد. مثل چی؟ گفتم مثل جونت. هرچی تو بگی هولد. به جز این در هیچ راهی به سرداب نیست. ولی هولد اگه یه وقت خواست قاتل برانتون تو این خونه است، قطعا سعی میکنه که برای پاک کردن اون آثار به زیر زمین بره. بله درسته. افراد لستریت بیرون هستن و نمیذارن کسی از این خونه خارج. مثل اردوگاه کار اجباری شده. افراد من در صورت لزوم تیراندازی میکنن، منم خودم بیرون هستم. خوبه ساکسون، تو بعد از اتاق سالی مراقبت کنی. فراموش نکن اون بیشتر از همه در خطره. نگران نباش، من مراقب شما. شب بخیر. شب بخیر هولز. دکتر واتسون اگه کاری بود صدام بزنید. اگه یه اسلحه داشتم بیشتر احساس امنیت میکردم. مال من همیشه آماده است. شب بخیر باب، آبت نبره. نگران نباش. حالا خوب شد. تا زنگ زد. چی بود؟ درو باز کن، شنیدی؟ درو باز کن، یه نفر درو قفل کرده. این کارا چه معنی میده؟ من درو روی شما قفل نکردم. در که خود به خود قفل نمیشه. توی خونه قفل میشه. تو این پایین چی کار میکنی؟ من نگران لانگفورد بودم. لانگفورد؟ بله، به سرش زده. اینجا اردوگاه اسرای جنگیه. بازم تنابشو برداشته و میخواد از پنجره بپره. نباید این کارو بکنه. ممکنه بهش تیراندازی کنه. ممکنه الان بیرون باشه. من میرم دنبالش. ممکنه هم اصلا نباشه.
حق با تو. بذاری من برم. نه 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 بذار شلیک میکنن. خودم میرم. به شما تیراندازی میکنم. واقعا؟ هر دو بریم. نه نمیتونم اینجا رو ترک کنم. تو هم اینجا بمون. بازرس رو خبر میکنم. یادت نره کلارینگ. حجاب تکون نخور. وایسا ببینم چه خبرته سرکار؟ منم دکتر واتسون. واقعا؟ پس منم خانم مینیار هستم. بریم پیش بازرس. بابا عجب آدمی ها. بیفایده است. مطمئن باش که بیفایده است. چیزی رو زمین نوشته نشده. حقه من بود تا قاتل برانتون رو به این پایین بکشونم. اجازه بدید به عنوان بیرحمترین قاتل این دوره از چهرت رو نمایی کنم. قاتل من؟ انگار فراموش کردین که به جون منم سوء قصد شد. حقه خوبی بود تا تردیدا رو خود دور کنی. اما مردی که هر دو ماسکری رو با اطمینان و چنین نقش بی نقصی به قتل رسوند اینطور بی احتیاطی کرده و شما فرار کردین. مگه اینکه خود شما قاتل باشین؟ مسخره است. بازم عجیب بود که شما به عنوان یه پزشک هر دو جسد رو معاینه کردین و نتونستین علت حقیقی مرگ رو تشخیص بدین. خب چی بود؟ یه سوزن باریک که بین جمجمه و مهره های گردنی فرو رفته بود. من موافق به خارج کردن این تیکه از سوزن از داخل جمجمه فیلیپ ماسکریوم شدم. دست برقضا مال شما نیست؟ من همچین سوزنی نداشتم. چرا داشتی؟ شبی که وارد این منزل شدم تو کیفتون دیدم، درست بعد از اینکه متوجه شدن جفری ماسکریو به قتل رسیده. اون موقع نشکسته بود. وقتی فیلیپو کشتی تکه ای از سوزن شکست. مزخرفه. چرا باید مردمو با سوزن بکشم؟ سوال خوبیه دکتر. در نظر انسان‌های شریف قتل مثل ازدواج دارای انگیزه است. در این پرونده انگیزه قتل ازدواج بود. منظورتون خانم سالیه؟ درسته. پس شما فکر می‌کنین انگیزه من از قتل ثروت بوده؟ دقیقاً. این دلیل خوبی نیست. خانواده ماسکریو ورشکستن، همه اینو می‌دونن. دقیقاً. اما همه چیزی که شما می‌دونستین رو نمی‌دونن. شما معنی آیین ماسکریو رو پیدا کردین. من پیدا کردم؟ بله. شما ادعا کردین که بازی شطرنج بلد نیستین. وقتی گفتم به خونه صحیح خودتون برین، ناخودآگاه اسم خونه سوم شاه و فیل آوردین و فوراً به اون خونه رفتین. مزخرفه. چرا باید از خونم جا به جا شده باشم؟ تا جلوی حرکت منو بگیرین، بازی رو به هم بزنین و کاری کنین که نتونم چیزی که به دنبالش بودم پیدا کنم. اون چی بود؟ سند زمینی که از داخل این صندوق برداشتم که باعث میشد سلیم اسکری بعد از مرگ برادرانش ثروتمندترین زن شهر بشه. این چیه؟ یه سوزن دیگه پیدا کردی؟ نه نه، یه دکمه است. مال شما نیست؟ من؟ بدش من. متشکرم. بگید برای چی من این پایین پیش برانتون بودم؟ موضوع ساده است. اونطور که من فهمیدم فیلیپو در اتاق خودش به قتل رسوندین، جسدش از روی مخفی خارج کردین، به گلخونه و داخل انباری رفتین و جسد تو ماشین جاسازی کردین. اما متاسفانه شما یه شاهد داشتین. برانتون اونجا بود، اونجا خوابش برده بود. چون برانتون از فیلیپ کینه به دل داشت با شما همدست شد، اما شما نمیخواستین. بنابراین با این قول که اونم در گنج ماسکریو سهیم کنین، برانتونو این پایین کشوندیم و برانتونو از میون برداشتیم. Very ingenious, Mr. Holmes. You seem to have everything. Except perhaps the negligible item of proof. Suppose we leave that to the jury. Suppose we do. Shall we go? Up to you. Oh, by the way, don't forget your torch. Oh, thanks.
I don't suppose it occurred to you. تنها به این پایین اومدن در کنار متهم به قتل ممکنه براتون خطرناک باشه؟ در حرفه من باید خطر کرد دکتر. میدونین من به هیچ وجه نمیتونستم نقشمو به کسی بگم. حتی به دکتر واتسون؟ مخصوصاً دکتر واتسون. اگه اون میدونستم شب چه اتفاقی قرار بیفته ممکن بود کاری کنه که نقشه لو بره. راستش به سختی موفق شدم اونو با فریب از کنار در دور کنم تا با هم کاملا تنها باشیم. من فقط همینو میخواستم بدونم. همونجا که هستی بایست. چاره دیگه ای ندارم دکتر ساکستون. Look here. You're not really going to kill me, are you? They'll hear you. Who will? اشتباه کردی به من لو دادی که در اینجا تنهای تنها هستی. پس واقعا میخوای من رو بخوشی؟ متاسفانه چاره ای ندارم آقای یهو. من... But as you said... مدرکی ازت ندارم. هیچ مدرکی، هیچی. سوزن رو فراموش کردی؟ و دکمه. لطفاً بیارشون اینجا. زیاد نزدیک نیا. حالا بذارشون توی جیب. متشکرم. درباره اون دکمه کنجکاو بودی؟ دکمه از کت من کنده شده. من متوجه نبودش نشده. برانتون بیچاره مقاومت نکرد. اما فیلم اسکریو فرق داشت. سوزش شکست و وقت نداشتم اونو در بیارم. اما حالا که هر دوشونو داری، دکمه و سوزن، چرا میخوای منو بخوشی؟ برو عقب. فقط یکم به دیوار تکیه بکن. اگه کاملا بی حرکت باشی فکر کنم با یه تیر بتونم کارتو تمام کنم. دست بالا. اعترافاتش شنیدی واتسون؟ لغت به لغت. منم بقیهش رو شنیدم. خوبه. به خاطر این بازداشت بهت تبریک میگم. درست آقای هالمز، تردیدی درش نیست. تو رو دست کم گرفتم هالمز، متاسفانه. بله، حق داری، پوکه ها مشقی حقه بود. اما نمیتونستم بدون اینکه شک کنی اسلحه رو در اختیارت بذارم. برای همین اول چرا قوه رو بهت دادم. میدونستم اسلحه رو ازم میگیری. گفتم که داری خطر بزرگی میکنی. باید ازش اعتراف میگرفتم. و این دیوونه ها که فکر میکنن در اوج قدرت هستن اشتباه میکنن. بریم. من که سر در نمیارم، تو چی پرت؟ شبیه یه سند زمینه. در واقع سند املاک قدیمیه. تعجب میکنم چرا سالها پیش خانواده ماسکریا این زمین رو پیدا نکرده. یکی از ماسکریا بدون اینکه معنی مراسم به بازمانده اش بگه مرده. متن مونده رو کسی معنیشو نمیدونه. چرا وقتی سند زمینو پیدا کرده همون پایین رهاش کرده؟ تا زمانی که برادرای شما زنده بودن به درد نمیخورد. زمانی که اون از صحنه کنار رفتن و همه چیز به شما رسید میخواست با شما ازدواج کنه. چه ابله. چطور همچی خیالی کرده؟ فکر میکرد خیلی کامل و جذاب. دقیقاً. چنین چیزی در بیماران خودبین متداوله. میخواسته بعدها سند املاک قدیمی رو پیدا. در زمان مناسب بله. میخواست اون موقع از ثروت همسرش لذت ببره. گفتین ثروت؟ بله. اینجا رو ببینیم. حدود 80,000 هکتار از بهترین زمین ها. ولی مگه این زمین ها سکنه نداره؟ بله، مزارع، دهکده و حتی یه شهر صنعتی با صدها کلبه کارگری. این قانونیه؟ کاملا، در دادگاه اعتبار قانونی داره. صبر کنیم.
این زمین مردمه، پولشون روی این زمین گذاشتن، درآمد همه عمرشونو، یعنی باید خونه هاشون ازشون بگیرم؟ بله. فکر کردین من مردم بیچاره رو بیرون میکنم؟ فرقی نمی کنه هولمز، تو گذاشتی خانم ساری ثروت زیادی رو دور بریزه. دوست عزیز به من مربوط نمیشه. اون خانم اختیار زندگیشو داشته، خودش تصمیم گرفته. تصمیم خیلی خوبیه، ولی بعد پشیمون میشه. فکر نمی کنم واتسون. دنیا حال و هوای جدیدی داره. روزای حرص و طمع دیگه رو به زوال هستن. باید فکر کنیم به هم نوعانمون چی بده کاری، نه اینکه به اجبار کاری براشون انجام بدیم. زمانی در راهه که تا وقتی هم نوعی گرسنه باشه نمیتونیم شکمامون رو پر کنیم، یا در حالی که بقیه از سرما میلرزن تو رخت خوابامون راحت بخوابیم، و تا زمانی که مردم در زیر سلطه ستم به زانو در اومدن، باید با سپاس از لطف خداوند برای آزادیشون قدم برداریم. اقباتو هولمز، مثل همیشه. امیدوارم ما همون روزو ببینیم واتسون.